دوستان عزیز، در چند روز گذشته علاقه من شدیم یه پژوهش کنیم رو بخش‌های مختلف بی بی سی، ببینیم که آیا این حجم تولید اخباری که بی بی سی علیه کشور ما در راستای آلودگی ذهنی، من نامش میذارم آلودگی ذهنی، ایجاد میکنه، منتشر میکنه، آیا تمام بخش‌ها، چون میدونی بی بی سی یک نهاد بسیار بزرگی است، فقط یکی از کارهای بی بی سی پخش اخبار به زبانهای مختلفه، بخشای دیگه فیلمسازی، مستندسازی و و و و حتی حیات وحش و غیره، و خیلی اصلا سریالهای معروف رو بی بی سی درست کرده، مثل سریال ارتش سری که همتون یادتون میاد، حتما دیدید بچه‌ای که به خودت دهه 60 به دنیا اومدن اینا یادشون میاد. و یکی دیگه از کارهای بی بی سی از سریالهاش همین شرلوک هومز هست که درست کرده بود، یک بخشش اصلا کار سریال سازیه، منتها تو بخش اخبار به زبانهای مختلف داره کار میکنه، چون دستگاه پروپاگاندای انگلیس در راستای اینی که افکار خودش و سیاستهای MI6 و امنیتی خودش رو در کشورها بتونه جا باز کنه براش، برای همین به زبانهای مختلف برنامه اجرا میکنه. برای من جالب بود ببینم بخشهای دیگر بی بی سی به مانند بخش فارسی کار میکنن، در این سطح دارن کار میکنن. مثلا داشتم یه تحقیقی میکردم و معیار من در یک ماه گذشته است، یعنی از 25 ژانویه تا 25 فوریه که برابر میشه با 5 بهمن تا 6 اسفند، اومدم اینستاگرام بی بی سی را، این یک نمونه ایه، حالا امیدوارم این کاری که من کردم عزیزان دیگه هم شروع کنن یه تحقیقاتی بکنن، البته کمک داشتیم در مورد این کار تحقیقات کنن در مورد توییتر، در مورد جای دیگه، به این شکل آماری بتونیم حرف بزنیم، به صورت پژوهشی بتونیم نظراتمون رو بگیم، دست این جماعت رو کنیم. و دیدم که بالاترین حجم تولید خبر رو بی بی سی فارسی داشته. من عکس انداختم، یعنی در این یک ماه از 5 بهمن تا 6 اسفند که یک ماهه، عکس انداختم مثلا بی بی سی ترکیه، ببینید همه اینا هم که نگاه میکنید تیک آبی، این هم تیکای آبی هم هست، ببینید تیک آبیشونو میبینید که اینجا تیک آبی بی بی سی ترکیه است، برید نگاه کنید در یک ماه گذشته، تاریخ مشخصا 25 ژانویه تا 25 فوریه بی بی سی ترکیه در حقیقت 15 پست در اینستاگرامش پخش کرده، بله فقط 15 تا پست، یعنی اصلا یک چیز خیلی عجیبیست. و این صداشون اینو کم کنم، بله. و بی بی سی آذری، خب اینا برای کشور آذربایجان هم برنامه دارن انگلیسی ها، که همین یک بخش گسترده از تحریکات پانترکیسم در ایران و غیره رو اینا با یک سری تبلیغات به عنوان بی بی سی آذری انجام میدن که متعلق به بخش جدا شده از کشورمون در دوران قاجار، بالای رود ارس، ما منطقه اران نامش بوده، الان کردن جمهوری جعلی آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان، بی بی سی آذری تیک آبی خورده در اینستاگرام، تنها 38 پست منتشر کرده، ترکیه 15 تا، بی بی سی آذری 38 تا. چین رو داشتم نگاه میکردم دیگه، آقا چین 1 میلیاردن، و میدونید بی بی سی بالاخره کشور انگلیس از نظر سیاستی با چین و روسیه هم رابطه خوبی نداره، و بی بی سی چینی خب اونا هزینه کردن یه عده چینی رو استخدام کردن، شما تولید خبر کن علیه کشورت که 1 میلیاردن، فقط 74 پست در یک ماه گذشته بی بی سی چین گذاشته. ببینید اینم عکسش، و شما تیک آبی رو هم دارید، برید بشمرید 74 تا پست. خب بعد از اون بی بی سی ازبک هست، یعنی به ترتیب تعداد پستاشون افزایش پیدا میکنه، میگم بی بی سی ازبک 94 تا برای ازبکستان، این تیکای آبی هم دارید میبینید 94 تا. بی بی سی روسیه که خب میدونید چه، انگلیس با روسیه بسیار درگیر هستن، و در حقیقت در همین اواخر هم یکی از این جاسوسای روسیه که در انگلیس پناهنده شده بود ترور بیولوژیک شده بود، و انگلیس یا علیه روسیه موضوعی بسیار سخت و محکمی گرفته بودن، با این وجود 99 پست در یک ماه گذشته اینستاگرام بی بی سی فقط 99 پست در مورد روسیه زده. حالا بی بی سی برزیل رو نگاه کن،
بی بی سی برزیل که خب میدونی اینا یک سری بخشای سیاستشون انگلیسی ها در برزیل میخوان انجام بدن. یکی از بحثا سر بحث جنگل‌های آمازون و داستان‌های خودش رو داره در راستای همون معاهده پاریس و بحثای به هر حال محیط زیستی و غیره اینا در برزیل. خب به هر حال خیلی دارن کار افکار عمومی انجام میدن. با این وجود در برزیل 101 پست، فقط 100 تا پست. و بی بی سی عربی، خب این همه کشور عربی و همه عرب زبان هستن، در مجموع این همه کشور عربی که از مصر بگی ببینید ما یا عرب هستن یا عرب زبانن دیگه، بی بی سی نامش عربیه، یعنی شامل مردم سوریه میشه، عراق میشه. و شامل بی بی سی چه کار فکری داره میکنه علیه مردم عراق و سوریه و اینا و حتی لبنان، خب لبنان و اینا همه محورهای مقاومت برای ایران هم. با این وجود بی بی سی عربی فقط 120 پست در اینستاگرام گذاشته. تیکا آبیش هم دارید میبینید، برید بشمارید. مثلا وقتی میگم بی بی سی ترکیه 15 تا، زیاد نمیخواد اینستاگرام رو ببری پایین، 15 تا رو که میتونی بشماری. مال آذری 38 تا، 38 تا رو که میتونی بشماری. برو خودت بشمار تا به حقانیت این صحبت ها پی ببری. شماردم که میگم بی بی سی انگلیسی، حالا بعد از عربی انگلیسیه دیگه، آقا اصل بی بی سی کجاست؟ انگلیسی. آمریکا انگلیسی زبانه، آقا جمعیت آمریکا رو داشته باش. کانادا انگلیسی زبانه، جمعیت کانادا رو داشته باش. استرالیا انگلیسی زبانه. جزیره مالت که یک کشور، یک اتفاق برای زندگی هم خیلی خوبه، یه جای لاکچری هم هست، جنوب اروپا است. مالت انگلیسی زبانه. سنگاپور انگلیسی زبانه. بخش قابل توجهی از هندیا انگلیسی زبانن. بی بی سی انگلیسی با همه این تفاصیل زیر 200 پست، 194 تا مشخصا، 194 تا گذاشته. خب بعد میریم بی بی سی هندی. بی بی سی هندی که هندوستان هم که میدید چه جمعیتی و بخش قابل توجهی رو انگلیسی ها در راستای استعمار هندی ها سالها کار کردن. اصلا انگلیسی ها حق آب و گل برای خودشون میدونن در هندوستان، برای همین خیلی رو هندوستان کار فکری میکنن که مردم هندوستان رو استعمار کنن. جمعیت هند هم نزدیک 1 میلیارده و با این وجود بی بی سی هندی زیر 300 تا پست، 288 پست. خب چی شد پس؟ بی بی سی هند 288 تا، دیگه ته تهش 288 بود. یعنی ترکیه که 14 تا، آذری که 38 تا، چین که 74 تا، ازبکستان زیر 100 تا 94 تا، روسیه زیر 100 تا 99 تا، برزیل 101، بی بی سی عربی 120 تا، انگلیسی 194 تا، هندی که دیگه از همشون بیشتره 288 تا. خب میرسیم به بی بی سی ایرانی. بی بی سی ایرانی، اما قبل از که بگم مال ایرانی ها چقدر، صبر کنید یه چیز جالب بود. شما تو همینجا لحظه‌ای که من داشتم از همه اینا اسکرین شات میگرفتم، نکته خیلی جالب اینجاست که فقط بی بی سی فارسیه که داره برنامه پخش میکنه تو استوری خودش تو اون لحظه‌ای که عکس گرفتم. نگاه کن، نه بی بی سی انگلیسی، خدا شاهد همه رو یک لحظه اصلا توجه نشم، عکسا که تموم شد فهمیدم، چون آدم نکته سنجی ام، بعد که عکسا رو گرفتم فهمیدم. ببین بی بی سی انگلیسی برنامه نذاشته، بقیه نذاشتن، این انگلیسی نذاشته، هندی نذاشته بود، این عربی نذاشته، این برزیل نذاشته، این روسیه است نذاشته. شما استوریاشون رو نگاه کن، سپاسگزارم، هیچ کدوم نذاشتن، هیچ کدوم. این یکی نگاه کن، بی بی سی چینی نذاشته، بی بی سی آذری نذاشته، ترکی هم هیچ استوری نذاشته، فقط بی بی سی پرشین، بی بی سی فارسیه که داره استوریش برنامه پخش میکنه. خب یعنی این یک تفاوت با بقیه بخشای خبریشون که اینا در اینستاگرام دائم دارن برنامه هم میذارن، در که بقیه برنامه نمیذارن، این وقتشو ندارن. نکته ای که بود، تعداد پست های بی بی سی فارسی حال من اصلا دگرگون کرد. وقتی که این پژوهشی که داشتم انجام میدونم شک بودم و یه هیجانی اومدم به خانومم گفتم باورت میشه یه همچین فاصله فاحش رقمه؟ ترکیه 15 تا، آذری 38 تا، چین 74 تا، ازبکستان و روسیه و اینا 99 تا، 100 تا. یه دفعه دیگه تهش که میرسه انگلیسی 194 تا، چین هم میشه 288 تا، مال ایران نزدیک 900 پست، 874 پست.
تو یک ماه چند برابر، یعنی تقریبا بهتون بگم 40 برابر ترکیه، فقط 40 برابر بی بی سی ترکیه، ایرانی ها اومدن پست گذاشته تو بخش فارسیش، 3-4 برابر، حداقل 4 برابر بله بی بی سی انگلیسی، 3 برابر بی بی سی هندی، با یک رقم فاحش فاصله رو داشته باش در تمام بخش‌های خبری بی بی سی. اولی فارسیه 874 پست، نزدیک 900 پست، دومی با فاصله فاحش هندوستانه با اون جمعیت 1 میلیاردی. من ایرانی چقدرم؟ 80 میلیون. حالا بگو تاجیکستان و افغانستان و بخش آخه برای ازبکستان که جدا گذاشه، فارسی زبانای کل منطقه هم که بگیری، بی بی سی فارسی 90% اخبارش در مورد ایرانه، 10% در مورد افغانستان و تاجیکستانه، تازه سر افغانستان هم که دارن جدا میکنن. یعنی 90% تولید اخبار اینام که من نگاه کردم در مورد ایرانه. 900 پست. آقا ما توی جنگ تمام عیاریم، در یک جنگ تمام عیاریم. قربونتون برم، یه دقیقه پوزش میخوام. در یک جنگ، وقتی که تو میگم آقا جان دشمنی نه و نژاد ماست، من به عنوان کسی که 5 بار زندان جمهوری اسلامی بودم در خارج از کشور، 2 حالت بیشتر نداره. آقا تمام زندانم و فلانم و مخالفتم با جمهوری اسلامی رو به خاطر پول فروختم، گفتم من میام مزدور توی جمهوری اسلامی میشم. یا اینه که در خودی خودش البته هم کار زشتیست و هم علی از نامش خیانت نمیشه، چون بالاخره اول آخر داری مزدوری حکومت وقت کشور خودتو میکنی، ولی کار زشتیه، خودفروشیست بالاخره، به چیزی که عقیده نداری تو رفتی خودفروشی میکنی. یا من خودفروشی دارم میکنم عزیزم، یا اینکه انقدر تو این پژوهش‌ها و تحقیقاتم حقایقی مثل الان آقا میگی گور پدر اسلام، گور پدر جمهوری اسلامی، گور پدر خامنه‌ای، بگو این اسناد رو چیکار میخوای بکنی؟ خودت برو نگاه کن. آقا من دروغ میگم بهت، من یه آدم دروغگوام. برو در یک ماه گذشته ببین بی بی سی بخشای دیگه چند تا پست اینستاگرام میگذاشتن، مال فارسی چقدر گذاشته، بعد با خودت فکر کن، بگو آره گور پدر خامنه ای فلان این حکومت، ولی واقعا چرا؟ چرا؟ واقعا چرا باید چینی که 1 میلیارد داشته باشه بخش بی بی سی چین فقط 78 پست بذاره و ما یه چیزی بالای 12-13 برابر بی بی سی چین تولید خبر داشته باشه بی بی سی فارسی و 874 تا؟ چرا؟ داستان چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی بعد اینا اوکی، داستان من این داستان چیه را خودم پرسیدم تو خارج، داستان چیه؟ یه جای کار میلنگه، جمهوری اسلامی خیلی ایرادات داره، ولی آیا فقط جمهوری اسلامی خیلی ایرادات داره؟ آیا الان مشکلاتی که انگلیس با روسیه و چین داره قابل توجه نیست؟ چطور برای این کلن مال چین و روسیه در مجموعشون رو هم دیگه بخوای به علاوه کنی 200 تا پست گذاشتن چین و روسیه، ای که روسیه خودش 150 میلیون جمعیت، باز 2 برابر ماست، چین 1 میلیارده. دشمنی اینا با چین و روسیه و بلوک شرق هم که هست، پس چرا من ایرانی، چرا اینقدر تولید خبر برای من ایرانی و فقط توی اینستاگرامشون در مورد ایرانه که دارم ویدیو میزنم بقیه نه؟ پرسشو وقتی جدی تر از خودت بپرسی، خبری داشتم تو بی بی سی انگلیسی دنبال میکردم، واقعا پوزش میخوام، داشتم دنبال میکردم یه بیماری کرونا در یکی از جزایر اسپانیا به نام تنریف اومده پخش شده، خبر با هم ببینیم عکسشو، اینه که یه هتلی رو در یکی از جزایر اسپانیا به نام تنریف اومدن و گرفتن اینا. به تنریف هم جای جالبیه، من 2 بار رفتم تنریف، جز مجموع جزایر قناریست، خیلی جای قشنگیه، حتما اگه تونستی تنریف هم بری، جای قشنگیه. و یکی از هتل‌ها اونجا اومدن قرنطینه که خبر در مورد تنریفه، نگاه کن تیتر خبر نداره، بعد خبره که میای پایین یه رفعه دیدم اه ویدیو در مورد ایرانه، بعد هیچ ربطی به خبر نداره ولی ویدیو در مورد کرونا تو ایران. آقا کرونا تو چین و همه الان هست، 30 تا کشوره، چرا اینا؟ یعنی مقرزانه خبر دارن میدن، داره در مورد یکی از جزایر اسپانیا تایتل خبر اینه، تیتر خبر اینه،
در مورد یکی از جزایر اسپانیا یه رفعه دیدن تو بخش انگلیسیشم، یعنی بغیر از اینی که بی بی سی فارسی 874 تا پست تولید کرده علیه کشور ما فقط در اینستاگرام تو یک ماه گذشته، به زبانهای دیگه هم که شما جستجو و پژوهش کنی اخباری که مربوط به ایران نیست تو یک خبری که اصلا مربوط به ایران نیست ایران هم گنجونده. این دشمنی، ببینید عزیزان، دشمنی که اینجا شما دارید میبینید، این الان من بی بی سی یک مثال بود دارم میگم، این پژوهش یک مثال بود دارم عرض میکنم، حقیقت اینه که دشمنی اینا با ایرانیته. زمان شاه بود بی بی سی 24 ساعت برنامه علی شاه میذاشت. آقا بفهمید تو رو خدا، شما بچه حزب‌الله یا خدایش با همه اختلافات ایدئولوژیکی، یک تارموتون به تمام این براندازا میارزه، چون حداقل بعضیاتون فکر میکنید، یعنی بیشعوری در این اپوزیسیون برانداز به گونه ایست که اصلا دیگه قابل مقایسه نیستن با بخشایی از به ویژه نو حزب‌الله، چون حزب‌الله هم دسته بندی داره. یعنی امروز شرایط جوریه که اون بخش حزب‌الله، یعنی خب شما لول بندی بکنید تو بخش حزب‌الله، یک بخش خوشمذهبی داغون داریم، خوشمذهبی داغون حزب‌الله یا باز سرتر از این خیلی آدمای با لول بالای براندازه، این براندازه که دیگه اصلا داغونن. خداییش یه دقیقه گوش کنید و فکر کنید، بی بی سی زمانش 24 سر علی شاه برنامه میذاشت. نفهمیدن اون موقع، مخالفین شاه نفهمیدن دشمنی با شاه نیست، دشمنی با ایرانه. بفهم، جشنای 2500 ساله رو بیچاره شاه برگزار کرد، یه کار بسیار شیک و با کلاس در راستای منافع ملی، ایراداتی هم توش بوده 100%، ولی 100% نیت درست و کار درست بوده. ببین یه زمانی شما بهترین کارم انجام بدی توش ایراد داره، و این نامردیه کار جشنای 2500 ساله که از نظر من یک شاهکاره، ما بیاییم ضعفایی که تو اون جشن بوده رو برجسته کنیم برای تحقیر کردن و و و. خیلی ایرادات هم داشته، ولی اصل کار خیلی کار بزرگی بوده. بی بی سی چنان علیه جشنای 2500 ساله تبلیغ میکنه، نقطه قوت ما در جشنای 2500 ساله در نزد مردم خودمون نقطه ضعفمون میشه. در زمان جمهوری اسلامی هم بی بی سی دوباره، نقطه قوت ما حضور در سوریه است، نقطه قوت ما حضور در لبنانه، نقطه قوت ما حمایت از بچهای حوثی یمنه. دوباره بی بی سی میاد تو میدون، دوباره بی بی سی تبلیغ میکنه، دوباره بی بی سی جامعه رو مغزشویی میکنه، دوباره بی بی سی کثافتکاریاشو جلو میبره و نقطه قوت ما را تبدیل به نقطه ضعفمون میکنه. کاری میکنه که مردم یقه یک طرف رفته جونشو گذاشته در سوریه، بیرون از مرزهای ایران دشمن رو نگه داشته و هزاران عمق استراتژیک ما رو تأمین کرده، خون داده، حالا جنازش که میاد تو ایران مردم رو چنان مغزشویی میکنن، خانواده اون مدافع وطن یا مدافع حرم مجبورن تو خیابون رو نکنن که آقا من مادر شهیدم، میام بهش میگم بچه چقدر گرفت رفت سوریه جنگید، ای توف به روت بیاد، یا من به تو پول بدم بدم تو یه دونه خار حاضری تو دستت بره. ولی بی بی سی مغز رو شسته شداد. کارشون اینه، کار این جماعت اینه. فردا هم جمهوری اسلامی، این فکر فانتزیه دیگه، یه فکر فانتزی بگیم، جمهوری اسلامی سقوط کنه در یک فکر فانتزی، نمیدونم چجوری ایران هم حفظ میشه یک پارچه، رضا پهلوی و مریم رجوی یا هر کسی هم میاد و در راستای اقتدار یک حکومتی رو درست میکنن و میرن جلو. دوباره فردا بی بی سی، آی رضا پهلوی بدا، مریم رجوی بدا، خامنه ای خیلی خوب بوده، خامنه ای الان هست ازش دفاع نمی کنی، خامنه ای الان هست هر روز داری برنامه علیش درست میکنی تو بی بی سی. فردا ولی اگه خامنه نباشه در یک فکر فانتزی، رضا پهلوی و مریم رجوی فرض محال بیان کشور ما رو بسازن، بی بی سی علی اونا شروع میکنه. شاه زنده بود فوشش میدادی تو، فتنه میکردی علیش تو بی بی سی کثافت. حالا شاه فوت شده، 40 سال گذشته، الان شاه خیلی خوب بوده، مستند درست میکنه، شاه آدم درستی بوده، زمانی که زنده بود چرا نگفتی درست بود؟ خامنه ای الان هست تخریبش میکنن، میرن مستند مخمل بافت رو براش پخش میکنن، آی خامنه ای کلی پیپ داره، کلی عصا، کلکسیون عصا داره، چوب اون عصا تو ماه تحت شماها بره، کثافتا کلکسیون عصا داره، یه آدم ساده زیست اومدن براش درست کردن کلکسیون داره، اینا الان بهش حمله میکنن. فردا حالا اتفاقی بیفته 40 سال دیگه اگه لازم باشه میان از خامنه ای دفاع میکنن،
سواد رسانه تو بر بالا، با 4 تا کار پژوهش ساده بماننده این میتونی عمق داستان رو بفهمی. دشمنی اینا اول آخر با ایرانه، چون میدونه چین و روسیه اینا توانایی مقابله، درست 1 میلیارد چین واسه خودش 1 میلیارده، ولی میدونه از جمعیت 80 میلیونی ایران 2-3 میلیون ایرانی هم اگر بدونن چه خبره، که میدونن بالاخره 2-3 میلیون، این خطر برای اون امپراتوری صهیونیستی که داره خانواده و تمام بنیان جهان و طبیعت رو از بین میبره. چون اونا بیخاصیتن، روسیه، چین و بقیه این کشورهایی که نام آوردم در راستای شناسایی صهیونیست بیخاصیتن، بنابراین امپراتوری صهیونیسمی علیه کشور ما کار میکنه. و توف به تو ایرانی بیاد که خبرنگار بی بی سی هستی و اینگونه خوش خدمتی و خوش رقصی میکنی، بخشای دیگرتون طرف چینیه، آقا تو بیا به چین خیانت کن بشو خبرنگار بی بی سی چین، و طرف میمونه چینی مجبوره توی انگلیس شرط اقامت فلان درآمد، میگه اوکی من به چین، من به روسیه، من به ترکیه، من به ازبکستان، من به برزیل خیانت میکنم، میام خبرنگارتون میشم. ولی توی خیانت یه جاهای عذاب وجدان میگیره، دیگه نمیاد هر دقیقه پست بذاره. تو 1 ماه گذشته بخش ترکیه 15 تا میذاره، ولی ما ایرانی ها اینجوریم دیگه، در خیانت هم ته داستان میریم، در خیانت هم دیگه واقعا ریغ داستان رو در میاریم. رفته 874 تا پست اینستاگرامه، آخه این موشکباران روانی است، موشکباران روانی است. بعد میگم مردم ما چرا، آقا تو بهترین جای کره زمین زندگی کن، 24 ساعته میگن تو بدبختی، تو بیچاره ای، تو یه جای سیاهی، تو نمیدونی سیستم پزشکیت اینجوریه، سیستم فلانت اینجوریه، شهرداریت اونجوریه، آقا همه دارن اختلاس میکنن، همه دارن دزدی میکنن، حالا تو بهترین جا داری زندگی میکنی، حالت بد میشه دیگه، ملت ما الان حالش بده. آقا نگاه نکنید، آقا باید کمپین بایکوت گذاشت، واقعا باید کمپین بایکوت. هر کسی داره تو خارج از کشور، در داخل یاد خارج، سیاه نمایی، اصلا تا میگم آقا ما بدبختی میچاریم، بگو آقا هستیم، تا چرا داری میگی آنها بدبختی شکل داد نمیزنه. آقا اصلا همه اینه که میگن درسته، آقا من بدبختم، پدرم پول نداره، پدرم معتاده، پدرم میام جار بزنم هر دقیقه، بابا معتاده، من بدبختم تو مدرسه، جار زدن بدبختی مگه کمکی به ما میکنه؟ در حالی که در واقع بدبخت نیستیم، به خدای ایران قسم این اپوزیسیون برانداز اینا بدبختن، ببین بی پولن، جایی رو نرفتن ببینن. من تمام اروپا، اون کانادا، خیلی از کشورهای آفریقای شمالی، همه اینا رو دیدم، اینا بدبختن، اینا نمیدونن، ندیدن، بیچاره خودشون هم ندیدن. به خدا یکی از بهترین جاهای کره زمین داریم، افتخار باید بکنیم ایرانی به دنیا اومدیم، ولی حق دارن مردم ما. یک نمونه رو ما الان پژوهش کردیم، 874 پست توی 1 ماه در مقایسه با بخشای خبری همون رسانه، خیلی حرفه. نسبت به ترکیه بخش فارسی شما نگاه کنید 40 برابر بیشتر پست گذاشته. آقا خیلیه، بمباران رسانه روانی هستین، بایستی اصلا جهاد رسانه‌ای بکنیم. ببینید در حوزه رسانه نامردی نکنید، یا در حد امید دانا بشید بیاید جلوی دوربین، که خب این توانایی خاصی میخواد، هر کسی نمیتونه. خب بر شرایطه، ببینید من الان در مورد شجریان برنامه ساختم، ببینید ما ملتمون آخه شجاعتمون رو نگاه، 10 ها شاگرد شجریان و همکاران شجریان، 10 ها نفر پیام دادن، میتونم بهتون بگم 90% کسایی که پیام دادن و پیاماشون رو توی تلگرام و اینا برای من پاک کردن، دو طرفه 90% که آقا اگه بفهمن بد میشه برای ما. شجریان، این جرئت نداریم در مورد شجریان راستشو بگیم. خب دیگه وقتی که شرایطی نه، من انتظار ندارم کسی به مانند من به قول بچه مذهبی یا وضوع شهادت بگیره بیاد جلوی دوربین در این سطح گسترده دشمنان ایران زمین، فرقه های مختلف دشمنی هایی که میبینید، از تجزیه طلبای پان ترک و پان عرب تا عقب افتاده های ذهنی رضاباز و اینا که خب زندگی هاشون رو باختن، چیکار کنن دیگه، حسادت و اینا حملات. و من انتظار ندارم کسی مثل من وضوع شهادتش رو گرفته باشه جلوی دوربین باشه، ولی حداقلش میتونی با آیدی فیک
کارهای منو در سطح گسترده پخش کنی یا نه. تو خانوادت نشستی بگی آقا برو این امیددانانم ببینا، شاید این پسرم چهار تا حرف درست بزنه. هر چی باشه حرفای این پسر امیددانا برای یک بار شنیدن ارزش داره، چون حرف جدیده. به جایی که بیاد بگه تو بدبختی، حالا داره پول میگیره از جمهوری اسلامی میگه تو خوشبختی، حالا گوش کن این شاید یه خورده تو رو به فکر واداشت. شاید ما پخش کنه این جنگ، جنگ رسانه‌ای است. 874 تا پست گذاشته تو اینستاگرام. من تو اینستاگرام قبلی دو تا اینستاگراممو که بستن، هر کدوم داشتم 5 سال 6 سال این اینستاگراما رو داشتم از زمانی که اینستاگرام اومده بود که سر سردار سلیمانی جفتشو بستن. هیچ کدومشون به 800 900 تا پست نرسیده بود در 4 5 سال. اینا تو یک ماه 874 تا پست تولید کردن. من میام مقایسهش میکنم با بخشای دیگرشون، اصلا فاجعه است. بنابراین در این جنگ رسانه‌ای، در این جهاد رسانه‌ای، هر شکلی که میتونی کمک کن. میتونی کمک مالی کن، برو تو حساب پیپل من کمک کن، آدرسش رو زیر همین ویدیو داری. پیپل نمیخوای، به صورت پیپل نمیخوای کمک کنی، پیام بده تو تلگرام من امید دانا 84، تاریخ های دیگر رو صحبت کنیم، کمک کن. نه کمک مالی نمیخوای کنی، پخش برنامه ها، پخش برنامه رو انجام بده. توانایی بیشتر از دل برنامه‌ای من کلیپ های یکی دو دقیقه بردار درست کن. ما جنگ رسانه‌ای هستیم، هر کی حرف درستی میزنه. الان همین بیچاره رایفی پور، آقا من که از نظر ایدئولوژی تمام، من بذار روکم 100% حرفای مذهبی آقای رایفی پور که توضیح داده، من یکی دو تاشو گوش کردم، 100%ش برای من کمدیه تو بخشای مذهبی. ولی همین آدم بیچاره اومد چند سال پیش گوش میگه آقا جان اینا ویروس درست میکنه، که البته خدایش من همیشه منم میگفتم، ولی خب اونم گفته قدیمی تر اتفاقا نسبت به برنامه من ویدیوش، برگشته گفته که آره آقا این کلیپ چیز درست میکنه، ویروس درست میکنه، چینی ها گرفتار بشن، کد ژنتیکی، حرفا درسته، براش دلغک میارن، پسره میار عداشو در میاره. آقا دلغکیست آقا، حرف این بدبخت بس درست در اومد دیگه. داره میگه آقا این چینی ها فلان ویروس میندازن. حتی این حرفای ژنتیکی رو همه میدونن، من از سال 80 داشتم میگفتم. این از سال 1380 هر کی منو میشناسه میدونه من تو حوزه بحثای ژنتیکی چقدر گفتم. ولی خب این بیچاره هم گفته، مخاطب خودشو داره، حالا حریفش نمیشن، دلغک براش میفرستن، شروع میکنن کلیپشو تقطیع میکنن، فوشش میدن. هر کسی آقا با خداست، مثل رایفی پور مسلمونه، حرف درست میزنه، درسته، رفت منافع ملی، جنگ جنگ رسانه‌ایه. رایفی پور رو پخش کن. اگر آتئیست بی خداست، حرف درست میزنه، پخشش کن. اگر مثل من زرتشتی گریز از اسلام، حرف درست میزنم. آقا جما یک خاکریزیه به نام ایران، در این خاکریز میتونه مسلمون باورمند مثل رایفی پور باشه، من باشم، آتئیستش باشه، همه باشن. جنگ جنگ اتون بابا، با نژاد ما، با بودن ایرانی بودن ما کار دارن. به خدا مشکلی با دین و مذهب هیچ کدوممون ندارن. لازم باشه زرتشتی انگلیسی درست میکنن، نه شیعه انگلیسی درست میکنن مثل فرقه شیرازیه. 22 تا کانال ماهواره‌ای بهشون دادن توی انگلیس. این حجم اخبار رو شما نگاه کن. ترکیهش 15 تا، آذری 74 تا، چینش 74 تا، روسیه 99 تا پست گذاشته، بخش فارسی 874 تا پست گذاشته. آها به اخمگ میشه، بمباران روانی دارن با ما میکنن. آقا خاکریزای رسانه‌ای رو پر کنید، حمایت کنید. کسایی که تو خط مقدمن حمایت، یا وارد خط مقدم بشید، یا اونایی که در خط مقدم هستن حمایت کنید. کمک نمی‌کنید دیگه آقا، کثیف‌ترین کار اینه که تازه حمله هم بکنی به ما که خط مقدمی، از پشت به ما خنجرم بزنید، این دیگه کثیف‌ترین کاره. هر کسی هم که می‌بینی در چهره دلغکیست، رایفی پور داره برنامه اجرا می‌کنه، سخنرانی می‌کنه، درست یا غلط، طرفو می‌فرستن مضحک کنه قضیه رو، بیاد بگه که آقا چیه کاظمی استاد فلان، میخواد که بار سخن، تیزی سخن رایفی پور رو میخواد بگیره. خب حالا داستان ژنتیکیش که فلان درست در اومد، خورد تو دهن دشمناش. خب اینه دیگه، تو خاکریز رسانه‌ای حمایت کنید. هر کسی که میگه من از نظر اندیشه‌های مذهبی صحبت این آدم اصلا نه تنها برای من قابل قبول نیست، اصلا قابل خنده است برای من، اما آقا ده ها حرف درست داره، حرف درستش رو پخش کن. حق کنو شما بچه مسلمان ها، از من یه بخش دیدگاه مذهبی دارم، خوشت نمیاد بگو همین که الان من دیدی که داشتم در مورد رایفی پور، تو در مورد من داشته باش، بگو این امیددانه یه بخشی صحبت هایی میکنه در مورد اسلام، نه تنها غیر قابل قبول، خنده داره برای من. تو هم همینو بگو،
ولی امیدوارم چیزای دیگه هم داره، اونا رو پخش کنیم، یاد بگیریم، یاد بگیریم آقا داشته هامون چجوری استفاده کنیم. ما توی خاکریزی هستیم و واقعا در حوزه رسانه در این خاکریز ما شکست خوردیم، یک شکست زیاد داریم میخوریم و خیلی ضعیفیم. در این اوج ضعف حمایت کنید کسانی که توی این خاکریز هستن. اصلا یک لحظه امشب برو به خودت فکر کن، خود اینستاگرام که نشستی همش داری این شاخهای اینستاگرامو میبینی، جان من مردونه امشب توی به جای شاخهای اینستاگرام برو بگو این امیده، حالا این دروغ گفت یا نه، برو بزن بی بی سی ترکیه بشمر توی یه ماه گذشته چند تا پست گذاشته، بعد بیا مال ایرانو ببین، بعد برو مال انگلیسو ببین، بعد برو مال هندو نگاه کن، بعد بشین به خودت فکر کن میشه همچین چیزی؟ 874 تا پست کجا؟ هندش نه زیر 300 تا، انگلیسی زیر 200 تا، روسی و چینی زیر 100 تا، بعد ایران بالای 850 تا. آخه میشه؟ شب و روزگار خوش، قربونتون برم، همتون به آرامزه ایران میسپارم. این بخش برنامه رو میبندم، بدرود.